خدا به حق سید انبیا و اهل بیت طاهرینش شما جوانان و همه جوانان و نوجوانان کشور را در درع حسینش نگهداری کند. چشممون به شماها روشنه. شما دقت کنید انشالله که در بهار عمر هستید و همیشه بهرمند می شوید. البته منم که پیر شدم ناامید نیستم. خدا رحمتش کنه مرحوم حاج حسین فاطمی در قم، من خیلی جوان بودم زیارتش کردم، گفتم به دوستان 100 سالش بود. 100 سال. شاگرد آموزش جوادهای ملکی تبریزی بود حاج حسین فاطمی. بسید دیگه 100 سال این زیر بغلاشو میگرفتن بلند میکردن روی صندلی مینشست. گاهی وقتا میگفت خدایا حسین آدم نشد، خودش میگفت. بعد میگفت آرزو بر جوانان عیب نیست. یکی از اولیا گفت که ایشون شوخی میکرد میخندید، این طرف میگفت من بزرگانی رو میشناختم که عشق میریختن. شوخی میکرد، رد گم میکرد، ولی این طرف عشق میریختن. حالا شما جوانان انشالله ما پیرارم دعا کنید عاقبت و به حق حضرت رضا علیه السلام خیر بشه. بالاترین حاجت ما این است. دنیا چیه میبینید دیگه. بله انشالله تعالی عاقبت به خیر شویم. عرض شود خدمتتون که ماده سخن رو اول بگم براتون، بعد توضیح بدم راجع به علم اهل بیت است. خیلی مهم این قسمت، انشالله عنایت می‌فرمایید. مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یه چند سطری دارد که وصف اهل بیت است. وصف اهل بیت، من زیاد این حرف رو زدم، بازم میگم من از کلمه توصیف فرار میکنم. نمیگم حالا اگه کسی گفت بد کاری کرده، ولی توصیف اصلا نیست در عربی، یه چیز مندراریه، عوضش وصفه. اینا چی میخوام بگن؟ بیان وصف، میگن توصیف کرده. توصیف رو من دنبال کردم، به عصر صفویه میرسه، از اون به بعد دیگه هیچ خبری ازش نیست. صاحب فرهنگ لاروس نوشته توصیف غلط است، ولی ما دیدیم مردم میگن، ما هم نوشتیم، حالا ما میگیم وصف. حالا کلامه علیه السلام فی وصف اهل البیت، اهل بیت علیه السلام را حضرت اینجا وصف کرده. میفرماید هم عیش العلم و موت الجهل. اهل بیت زندگی علمن، یعنی علم با اینا زنده میشه. و موت الجهل، اینا مرگ جهلن، یعنی جهل به وسیله اینا میمیرد. خیلی اینا مطالب بلند و بالایی است. هم عیش العلم و موت الجهل. حالا اینجا تا اینجا باشه، این مقدمه رو عرض بکنم، بعدا انشاءالله میرسیم به اونجا. عرض میشود که عزیزان، البته این بحثی که میخوام برای توضیح این جمله ها بگم بحث مفصلی است، اما الان به مقدار نیاز از این بحث استفاده میکنم. خدمت شما عرض شود از دیرباز بین دانشمندان بحث شده که ما وقتی میخواییم راه سعادت عظما را پیدا کنیم، بنده خدا بشیم، چیزی یاد بگیریم، آیا این از طریق برهان است و استدلال یا ریاضت و مجاهده؟ این بحث بحث طولانیه، یه دعوای کهنه‌ایه. حالا شما بگید که خب حالا تو به من بگید، بگید تو چی هستی؟ یه طلبه جز میخوای این دعوا رو مطرح کنی، بعدم دعوا رو بخوابونی. بله حق داریم بگید. دعوایی که 1000 سال توی بزرگان در گرفته، یه طلبه مثلا جز روسیه مثل من دعوارم خواهد بخوابونه، خب باش حق داریم بگید. ولی من به اندازه خودم عرض میکنم، شاید فکر میکنم که دعوار خوابوندم. اگه نخوابوندم خب شما بگید آقا نخیر دعوار نخوابیده. میگم باشه. بله گفت که بالاخره جلسه ما جلسه است که با هم معنوس میشیم، تبادل افکار میکنیم، استبداد رأی چی نیست که یه جوانی بیاد به من بگه نه این اشتباه بوده، بفهمونه. میگم چشم، دستشم میبوسم، چیزی نیست.
بله، مباحث علمی این است. خدمت شما عرض می شود که این دعوا بسیار طول کشیده. میر سید شریف جرجانی از بزرگان حکما و کلامیون بوده. خدمت شما عرض شود کتابی هست به نام شرح مطالع، چاپ سنگی شده، چاپ حروفی هم شده، البته سابق در حوزه ها خونده می شده، الان از رده کتب درسی خارج شده. طلبه ها سابق می خوندن، الان نمی خونن. نمیدونم طلبگی هم دیگه، انشالله خدا کند که طلبه هم خدمت شما برکتش نره. یه طلبه گفتم چی می خونی؟ گفت حاشیه را پاس کرده. گفتم التماس دعا. از این اصطلاحاتت در والله بذارید یه حاشیه عیب نداره، باز کنم بعض حاشیه ها عیب نداره. خدمت شما عرض شود که این حاشیه است، چون طلبه شبا میان اینجا، جوانان میان اینجا، براشون به درد میخوره. این حاشیه من خوب گوش بدید، بعد میبندیم میریم سراغ اون دعوا که راه افتاده میخواییم بخوابونیم انشالله، چون گفتم عنایت کنید. عرض میشود حاشیه این است، الان در کتب ادبی، در کتب نحو و صرف اومدن اشعار قدما را برداشتن، وقتی هم برمیدارن یک صحبتهایی میکنن که همه میگن حق با ایناست. میدونی چیه؟ من بعضی چیزا را میگم ویترین. ویترین درست کردم غیر حقیقتی، ببینیم حقیقت چیه. بله، عرض میشود که اشعار جاهلی را یا مخزرمین را یا حالا بعضی دیگر را از کتب درسی برداشتن. میگم آقا چرا برداشتید؟ میگه مردشو ببره اشعار جاهلی رو، اینا چیه؟ طرف اومده صحبت معشوقشو کرده، شطورشو گفته، نمیدونم اسبشو گفته، ما جاش حدیث میذاریم. توجه کردید؟ این ظاهرش خیلی فریبنده است. شما به هر کس بگی، بگی درست میگی. مردشو ببره شعر جاهلی را، یک. دو، ما جاش حدیث میذاریم. خب بابا اینا همه میدونن، حدیث کجا، شعر جاهلی کجا، کلام معصوم کجا، شعر جاهلی کجا. اما گفت که حفظ تشیئن و ضاعت عنك اشیاء. علم ناقص آدم بدبخ میکنه، یا آدم هیچی یاد نگیره یا درست یاد بگیره. من میگم صد رحمت به جهل تا علم ناقص. ببینید این خیلی آدم خوبه، تو در صورتی که اینا نمیدونن چه خسارتی به طلبه میخوره. طلبه باید شعر جاهلی یا مخزرم را بخونه و براش موضوعیت قائل نیست. ببین عاشق چشم ابروی شعر جاهلی بنده نیستم، منم میدونم مردشو ببره، اما اینا منابع لغت اصیل عربن، ما از اینا یاد میگیریم، احادیث رو بهتر میفهمیم. شما گوش بدید، دو تا سه تا مثال دارم، چند تا نمونه میگم، چون درد دلمه، چون مشهدم حوزه است، اینجا مجلس علم فضله. این جوانان که میان اینجا همشون ممتازن. این مجلس از زهرای ما امتیازش اینه، این نیست که راهگذر ببینی روزه هست بیاد اینجا، اینا همه از جاهای دور اومدن، زحمت کشیدن، قدم رو چشم من گذاشتن، همشون هم با فضیلتن، علما هم که شبا من این مجلس رو زینت میدن. ببینید چند تا نمونه میگم. یک، کتاب تهذیب شیخ طوسی جز به کتب اربعه ماست. ها تهذیب دیگه از این بالاتر میخواییم؟ در اونجا خدمت شما عرض میکنم که راوی میگه ما یک چیزی نامه نوشتیم از حضرت باقر سلام الله علیه، یه مسئله فقهی پرسیدیم. یه راوی میگه جواب آمد از حضرت، حضرت عربی نوشته بود دیگه، گفتم اینا که امراء بیانن، فصحا هستن. میگه جواب را برای اصحابم خوندم، فتوقفو، ایستادن نفهمیدن. چی کار کردم؟ فقرأت علیهم شعر تأبت شرن، تا
تعبت شرن یک شاعر جاهلی بوده، راهزن بوده، هرچه بوده، اما بالاخره شاعر بوده، لغتاش اصیله. میگه شعر تعبت شرن را خوندم نفهمیدند. ببین شعر یک جاهلی برای فهم حدیث اصحاب حضرت باقر کمک کرده. یک. دو، محاسن برقی میدونید که قبل از شیخ کلینی نوشته شده. شما در کتاب شریف کافی نگاه کنید، میگه احمد ابن محمد ابن خالد در سر اسنادها، احمد ابن محمد ابن خالد همون برقیه که محاسن را نوشته، کلینی از او دعوت میکنه. در اونجا میگه یه نفر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، یه اسم بدی داشت، معنای شیطان میداد اسمش. حضرت فرمود که چرا این بابات این اسم روی تو گذاشته؟ اونم بیادب بود، احمق بود، دشمن اهل بیت بود، حاضر جوابی کرد، گفت کما سما که ابو که جعفرن، برای همینطور که پدر تو اسم تو جعفر گذاشته، تو محاسن برقی نمیشته. حضرت فرمود که اسم تو اسم شیطانه، ولی جعفر نهرون فی الجنه، نهریست در بهش. فرمود اما سمعت قول ذرمه. ببین ذرمه شاعری بوده در عصر بنی امیه، از عشاق عرب بوده، داستانش مفصله. حضرت صادق میگه شعر ذرمه را نشنیدی؟ اون جعفر را تفسیر کرده. حضرت احالش میکند به ذرمه. دو، سومه بگم حاشیه ببندم. در خطبه شقشقیه شما نگاه کنید، حضرت درد دلش اونجا منفجر شده. حیف باشه که ناتمام مونده. حضرت اونو داشته القا میکرده، مثل که یه نامه ای دادن وسط کار چکار کردن. حضرت عرض اون نامه را خوند و بقیهش رو نگفت دیگه، که ابن عباس گفت آقا ادامه بدید. فرمود هیهات شقشقتون هدرت ثم قررت، که از اونجا شد اسم خطبه شقشقیه. در اونجا نگاه کنید، حضرت میگه شتان ما یومی علا کورها. شعر اعشاست، تمثل کرده به شعر اعشا. بنابراین تو را خدا به فکر طلبه ها باشن، اینطور ویترین درست کردنه درست نیست. اگه مردشه برای فلان ما حدیث میاریم، خب بابا جون ما احادیث، ببینید شعر جاهلی را میخونیم که حدیث را بهتر بفهمیم، لغت دیگه. حالا این حاشیه تمام شد، برمیگردم به اون دعوا. حالا حاشیه تمام شد چون حوزه بود مشهد، لازم دیدم این حاشیه رو بگم. اما حالا اون دعوا، میر سید شریف جرجانی در حواشی شرح مطالعه، حواشی شرح مطالعه خیلی خطوط ریزی به هم رفته است. من یادم میاد شاید یک ساعتی این چشمم رو دوختم تا این مطلب رو پیدا کردم. ایشون این دعوای هزار ساله رو عنوان کرده. در اونجا میگوید اختلاف هست در این که نیل به سعادت عظما با راه برهان و استدلال است یا ریاضت و مجاهده، کدوم دعوای است. حالا اینا که این دعوا رو مطرح کردن، گفتم جوانان دقیقه خورده عنایت کنید. اینا میگن که ما، یه عده میگن آقا برهان و استدلال داریم، برهان هرچی را که نشون داد ما تسلیم اون میشیم، ریاضت یعنی چی؟ یه دسته است. یه دسته هم میگن نه خیر، باید از طریق ریاضت و استدلال بریم برسیم به مشاهده. چی میگن؟ اونا که طرفدار برهان استدلالن میگن باید بدانیم این که از این طرف طرفدار ریاضت و مجاهد است، میگه باید ببینیم. اینا میگن ما میبینیم، اونا میگن ما میدانیم. حالا خیلی خوب، دعوا برای چیه؟ اگر این میدان اونم میبینه، خب هر کدوم باشن در جایگاه خودشون. نه، دعوا اینه که این برهان استدلال او را مسخره میکند، اینم کشف شهود اینم از خره میکنه. دعوا تمام نشده. بله خدمت شما عرض میکنم حضورتون که برهان و استدلال درسته، ولی آدم این دعوا اینجوری میخوابه، اگر آدم یک قدری
در زیر پرتو برهان استدلال حرکت کنه، ممکنه برسه به جایی که کشف و شهودم نصیبش بشه. چطور مگه؟ این دین دین بزرگیست. از کلاس اول که نمیشه آدم اهل برهان استدلال باشه. این قرآن نازل شده برای تمام جهان است. ببین برهان استدلال در سر تا سرش هست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ بابا این برهانه. شطور چجوری آفریده شده؟ الان شما بگید تای استکان ما بگو که یه قطره آب ریخته بودیم گذاشته بودیم تاخچه، خابیده بودیم صبح دیدیم شطور شده، چی باور میکنه؟ شما جوانان حروف چینی های سنتی را ندیدید. الان دیگه این وسایل چاپ کردن خیلی آسان شده. الان میشینن میزنن غلط را همونجا درست میکنن. آقا من چی بگم به شما؟ ما در قم یه چیزی داشتیم چاپ میکردیم، سال 52 بود، خدا رحمت کنون حاجا یحیای برقعی خدا روحش شاد کنه که محرم سر علامه طباطبایی بود. این سید حاجا یحیای برقعی، داستان ها ما باش داریم، چاپخونه مال ایشون بود. آقا من عرضم خدمتتون میخواستم این حروف را یعنی اون صفحات را یه خورده تجدید نظر بکنم، یه خورده که دیر میشد میگفتن آقا حروف معطله، خوش بدید حروف معطله، زود بیارین میخوان کتاب دیگه چاپ کنن. یعنی یه شلم شربای بود. از این بر ما تفسیر علمی چاپ میکردیم، حروف معطل بود، میگفتن حروف آزاد کنین، آزاد میکردن، از این بر کتاب آشپزی چاپ میشد. 250 گرم گردو بریز، اینقدر فلفل بریز، فلان. می تفسیر ملا صدر از این بر کتاب آشپزی. اصلا عجیب بود اوضاع. و یک خانه بود، یعنی یه جایی بود که این خانه خانه بود، آقا 32 خانه بیشتر بود. خیلی عجیب. من اصلا باور کنید بشر موجود عجیبی است. ببینید 30 تا 40 تا 50 تا خانه بود. ببین الف اول، الف آخر، ب اول، ب وسط، ب آخر، ی وسط. نگه تو با چاپ کار کردن این چه دارم میدونن. ولی هیچ کدوم نوشتم نداشت. همطور این حروف چین داشت تعریف میکرد ولی دستش میرفت روی ب وسط میذاشت. دستش روی الف آخر میذاشت. خیلی جالب بود. وقت پخشش عجیب بود. وقتی باز پخش بکنه بازم با رفیقش تعریف میکرد، صورتش کاملا به این طرف، ولی همینطور که تعریف میکرد پخش میکرد، هر حرفم در جای خودش میگذاشت. دقت کردید؟ اینا را میچیدن، بعد دورش میبستن، یه چیز قلتون بهش میگفتن، با مرکب سیاه میقلتوندن، میذاشتن زیر دستگاه ماشین چاپ، و میمد از بالا این صفحات را میآورد، میزد تو این لوحه، اینا این حروف را به خودشان میگرفتن. مصیبت بود یه کتاب چاپ بشه. حالا اگر در اون زمان ما چیکار میکردیم؟ یه کارت تبریک میخواستیم چاپ کنیم. آقا ببین حلول سال نو را، یه هی اول میخواد، یه لام وسط میخواد، یه واو آخر میخواد، یه لام مستقل. حلول سال نو را به شما و خاندان محترم تبریک عرض میکنم. بیزر بعد اینو چاپ میکردیم میدادیم. حالا یه نفر از ما میپرسید که اینو چطور چاپ کردین؟ میگفتیم که ما یه مش حروف داشتیم تو کاسه به هم زدیم، یه خورده مرکب ریختیم، دوباره با قاشق به هم زدیم، انداختیم بالا، این کاغذ گرفتیم زیرش شد کارت تبریک. هیچ کس نمیپذیره ما رو. یعنی چی؟ این علم میخواد، اراده میخواد. آقا تو رو خدا جوان عزیز، برادر خواهر، اگر چنون که این کارت تبریک را یه نیم سطر کسی نمیپسنده که اینطوری به وجود آمده باشه، که حروف را مرکبی کردیم انداختیم بالا کاغذ گرفتیم زیرش، اون وقت میتونیم قبول کنن، به قبولانیم، بگیم آقا ما یه شب یه سطر حروف آوردیم، یه سطر بزرگ، بعدم مرکب ریختیم به هم زدیم، خوب کاملا که مخدود شد، چند تا کاغذ چندیم رو زمین، اینا را انداختیم بالا، برگشت ریخ رو زمین شو، بشنم از نیچون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت شد. 30,000 بیت مثنوی کی قبول میکنه اینا را؟ ها مگر آدم دیگه چی بگم به شما؟ از قبول
حالا پس استدلال سر جاش افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت ها و الى الجبال کیف نصبت. ببین بابا اینا برهانه، بالاخره ببین عنایت کنین آسمان، این زمین، این قعر، دریاها، اینا مدبر داره، اینا صاحب داره. حالا که اینطور شد برهان استدلاله، قبول میکنه، میگه رو چشمم یه مدت روی این، یعنی زیر پرتو برهان استدلال حرکت میکنه تا میرسه به کجا؟ عظمت دین رو نگاه کن. اینجا با شطور دعوت میکنه، کوه رو میگه، آسمان رو میگه، ستاره ها رو میگه، هر کدوم خیلی مهمه. اما میرسه به جایی که میگه متا غبت الله، خدایا تو چه غایب شدی اصلا؟ متا غبت حتی تحتاج الی دلیل، تو چه غایب شدی که با محتاج به دلیل بشی؟ تو همه جا هستی، تو در کنار منی، اقرب الی من حبل الورید. پس خیلی خوب برمیگردیم به این که پس اونا که برهان استدلال میگن عیبی نداره، باش درستی، اما این که مدعی کشف و شهود است اینو چی کارش بکنیم؟ میگه من رسیدم به جایی که دیدم. خب اینجا یه مطلبی هست که اینجا من گمان نمی کنم موفق بشم، چون بدجور تبلیغات شده. یه تبلیغاتی کردن که اصلا اگر کسی گفت کشف و شهود اصلا ولش کن دیگه، باش حرف نزن. چرا این حرف رو زدن؟ دو تا علت داره. یک این که معنای کشف و شهود رو نفهمیدن، دو این که از بس شیاد در جامعه بوده. عزیز من اگر کسی ادعای دروغی بکند، شما اصل نباید در نظرت متزلزل باشه. خدا رحمتش کنه مرحوم آیت الله رضوان مرعشی قدس سره، یه نفر بهش گفت که آقا این جفر که میگن واقعا حقیقت داره؟ علمیه دیگه. چه جوابی داد این مجتهد بزرگ؟ هیچ وقت یادم نمیره، فرمودن حقیقت داره، منتها مدعی دروغش زیاده. ببین عزیز من، جوان عزیز، اگه مدعی دروغ دیدی نباید به اصل مطلب تو بیعقیده بشی. پس بنابراین کشف و شهود هم هست، منتها چون مشهد حوزه است و شما با فضلین، من اونو یک جوری جمع‌بندی میکنم که مختصر از اون جمله ها بگم، خستتون نکنم. ببینید پس یه عده طرفدار برهان استدلالن، خیلی خوب، یه عده طرفدار کشف و شهودن که نه آقا ما به جایی میرسیم که میبینیم اصلا، خیلی خوب. حالا اینجا خیلی باز دعواها شده، اما یقینا رو من بنج عرض میکنم، تردید ندارم، یقینا یک طائفه اهل کشف و شهود هستن و بودن، بله شکی نیست. یه عده هر دو را داشتن، بنده دیدم کسانی را که در شهود چیزی میدیدن اما نمی گفتن، می فرمودن فلان مطلب فلان جور است، بیاسه نمی گفت من شهود کردم اینو. حالا اون جنبندی این است که کشف اگر صحیح باشد، ببین عزیز من کشف صحیح کدامه؟ کشف صحیح کشفی است که علوم رسمی اون را تایید بکنه. عجب، بله. شیخ بهایی می‌فرماید تازه تا کیز شفا شفا طلبی و از کاسه زهر دوا طلبی. یه عده میان میگن که عجب شیخ بهایی هم که مخالف کتاب بوده. من در تهران به جوانان گفتم ما دو جور عرفان داریم، شما جوانان بشنوید، یه عرفان علمی داریم، یه عرفان قهوه خونه ای. من این عرفان رو میگم عرفان قهوه خونه ای. طرف نه علمی داره نه چیزی، یه دو خط شعر حافظ به خاطرش میسپاره میشه زبدت العارفین، پناه بر خدا. خدمت شما عرض شود که بله متاسفانه این چیزا هست. میاد میگه خیلی خوب بفرمید، تا کیز شفا شفا طلبی و از کاسه زهر دوا طلبی. شیخ بهایی شفای بوالی را کرده کاسه زهر، بابا شعر خواسته بگه یه چیزی برسونه. اینا مخالف کتاب نبودن،
یک تاقچه تعلیفات داره شیخ بهایی، پشت سرش نخوندن، پشت سرش میگه نه اشک روان نه رخ زردی، الله الله تو چه بی دردی. میگه این علم را که داشته باشی بازم حالم داشته باشی. جوان عزیز، علم بی حال یه عباسی نمیارزه. علم داشته باشی، حال نداشته باشی. حال بی علم چی؟ اونم یه عباسی نمیارزه. من از این بعض جلسه ها الان نگرانم. میاد میگه جاتون خالی، حال پیدا کردیم. خیلی خوب. میری میبینی که اداره کننده جلسه هیچ نداره، خودش کفگیرش میخوره تا دیک، فقط حال پیدا کردیم. این حال بعدن زائل میشه، جوان دور از جون زمین میخوره. حال باید پشتوانی علمی داشته باشد. حالا ببینید همونجا که میگه تا چیز شفا شفا طلبی، یه عده فکر میکنن که این علوم رسمی را داره میکوبه. یا امام بزرگوار رضوان الله علیه که میگه من که از مسجد از مدرسه بیزار شدم، علم رسمی را میخواد بکوبه. نه آقا، علم رسمی یا شیخ بهایی مخصوصا، علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. این خواسته بگی یعنی در علم رسمی نمونید، بیشتر بخونید. ولی علم رسمی خیلی عزیزه، شوخی که نیست. البته ما اگرم چیزی گیرمون بیاد، یه چیزایی است که مختصر از اونا میرسه، بلا ما که به رتبه اونا نمیرسیم. بله. حالا بخوام دلائل گور را بگم، طول میکشه دیگه، نه من دیگه حال دارم نه شما. پناه میبریم به خدا، عرضم رو تمام کنم. جوانان عزیز، همینقدر باش. خدا انشالله اموات شما را، اموات همه شیعیان را بیامرزه. ثوابی از این مجلس به روح همشون برسه.